سازمان بین المللی بحران شناسی یا خود International Crisis Group یک سازمان مستقلی تشخیصی در بریوسل از خطرهای داخلی خارجی به امنیت تاجیکستان هشدار داده است. این سازمان بین المللی که به نیت جلوگیری از درگیری های مسلحانه در جهان سال 1995 تأسیس یافته بود، با نشر یک گزارش جدید تاجیکستان را قشاق‌ترین کشوری آسیای میانه نامیده است که اساساً از مهاجرت مهنتی و گردش غیرقانونی مواد مخدر درآمد می‌گیرد. این سازمان از عاقبت پیشگویی نشونده افزایش بی‌سابقه فساد، بی‌مسئولیتی برخی از منصبداران در تاجیکستان، اینچنین از ناآرامی‌ها در شمال افغانستان، از جمله اتحاد جنگیان از آسیای مرکزی با طالبان هشدار داده است. سازمان تاکید نموده است که روسیه کفیل اساسی امنیت تاجیکستان، از جمله امنیت مرزی نزدیک به 1.5 هزار کیلومتری با افغانستان میباشد. همچنین سازمان مذکور بستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را کار نادرست خوانده، از نبودن تحملگرایی در سیاست مقامات تاجیک اظهار نگرانی کرده، گفته است در صحنه سیاسی تاجیکستان امروزه نه برای دیگر اندیشان دنیوی و نه دینی جای نیست. زیاد از این، سازمان بحران شناسی گفته است اتحاد اروپا و اتحاد متحده آمریکا به حکومت تاجیکستان تأثیری ناچیز دارند، اما روسیه و آنهایی که به حکومت تاجیکستان تأثیر دارند باید به فضای در تاجیکستان آماده باشند که برای افرادگرایان خیلی مساعد خواهد بود. گزارشگران اینچنین از محلگرایی، خیش و تباربازی در تاجیکستان سخن کرده افزوده اند که نگرانی مسکو از مخالفت داخلی علیه حکومت فعلی نیز در حال افزایش است. مرکز بحران شناسی علاوه نموده است که بازگشت 300-400 هزار مهاجر از روسیه در سال 2015 اقتصاد تاجیکستان را که 40% از مبلغ مهاجران وابسته بود دچار مشکل کرده است. در برابر این، گزارشگران از افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان اطلاع داده تاکید نمودند که به این روند برخی از مسئولین دولتی نیز وارد می باشند. سازمان بحران شناسی ضرور خوانده است که جامعه جهانی در سمت جلوگیری از ناآرامی در تاجیکستان بی‌طرف نباشد. از جمله دعوت کردند که فشار زورآوری در تاجیکستان کم کرده شوند و برای تحکیم مرز با افغانستان کمک ارائه گردد. این سازمان تاکید نموده است که کمبودی دولتی در تاجیکستان پیش از همه مشکلزا برای روسیه و چین خواهد شد، زیرا تاجیکستان با منطقه نزاخیز چین هم سرحد می باشد.